سرخط خبرها. افزایش عملیات‌های نظامی هوایی در یک ماه پسین در ولایت غزنی. شکایت‌ها از توزیع نشدن کمک‌ها برای مستحقین در غزنی. و تایید تلفات غیر نظامیان در ولایت کره از سوی وزارت دفاع ملی. سلام و وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 25 ماه قوس سال 1397 خورشیدی است و مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. در جریان یک ماه پسین خورشیدی در ولایت غزنی تمامی عملیات‌های نظامی عملیات‌های هوایی بودند. مقام‌های محلی غزنی ادعا می‌کنند که در این ماه و در مدت در 26 مورد عملیات‌های هوایی و کماندهی در ولایت غزنی بیش از 140 مخالف مسلح دولت به شمول پاکستانی‌ها کشته شدند. در همین حال شکایت‌هایی از تلفات غیر نظامیان نیز در این عملیات‌ها وجود دارند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که در جریان ماه قوس سال روان خورشیدی در ولایت غزنی هیچ مورد عملیات زمینی صورت نگرفته، اما 36 مورد عملیات هوایی و کماندویی در این ولایت در جریان ماه قوس انجام شده است. آقای نوری ادعا می کند که در نتیجه 36 مورد عملیات های هوایی در غزنی 146 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و بیش از 70 تن دیگرشان زخمی شدند. و در جریان این عملیات ها 36 مورد عملیات 146 تن از مخالفین مسلط هنوز کشته شده که 43 نفرشان اتباع پاکستانی هستند و بیش از 70 نفر دیگه اینا زخمی دارن. مقدار زیادی از اسلحه و وسایل نقلی شون هم از بین رفته و خوشبختانه که تلفات ما یعنی از نیروهای امنیتی ما در این عملیات ها صفر بوده. با گفته وی در این ماه 7 تن از غیر نظامیان نیز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. متاسفانه که 7 نفر شهید و 6 نفر زخمی از افراد ملکی هم در جریان ماه جاری قوس داشتیم. همزمان با افزایش عملیات‌های هوایی در غزنی، انتقادها از افزایش تلفات غیر نظامیان نیز بالا گرفته است و گروه طالبان در بیشتر موارد ادعای دولت مبنی بر تلفاتشان را رد می‌کنند و می‌گویند که در عملیات‌های هوایی بیشتر غیر نظامیان آسیب می‌بینند. شمار از بیجا شدگان ولایت غزنی از آنچه عدم توجه حکومت به آنان میدانند از توزیع نشدن کمک ها برایشان شاکی هستند. این مردم که امروزه در مقابل درب ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غزنی تجمع می کنند ادعا دارند که کمک های ادارات و مؤسسات برای اشخاص غیر مستحق توزیع می گردد. پس از تجدید نامنی ها در برخی ولسوالی های ولایت غزنی به ویژه ولسوالی های جاغوری و مالستان این ولایت، همروزه دیده می شود که ده ها تن از افراد به شمول زنان و کودکان در مقابل دفتر ریاست مهاجرین غزنی و سایر ادارات و مؤسسات کمک کننده جمع می شوند. این بیجا شدگان در گفتگویشان با تلویزیون غزنویان از سرگردانی آنان و بی برنامگی ریاست مهاجرین غزنی شکایت دارند. تقریبا می دو هفته سه هفته است که مری به میز غزنی تا حالا کمک گرفت؟ کمک اصلا نیه. یاد نمیده این روز که با این روز باق دمه این طرف هم را بند کس رفته نمیتونه حال رای خرباق بوچی هر دو بسته یه دیگه ما این می جمده به دو هفته که میایی مورم نام اگر نمیشته کرده نام نوشته کرده بیراد جان است که جمعی مگو گوه نمیدون که ده آوادیس نرسیده نمیده مهاجر نرسیده یو آغاز لول سواله راقل یو دلتن دو دره واری میاریزا و کرده کل را توایی چاروی می سیوکی و کل را توایی زنگ میدر توا گلی و درواغ را توایی او کل ماتی زنگ نی و گلی او کل را توایی سی تاسی لاف سی مو بیا زنگ در توا گو دغا سی را توایی مو تینا مو نبری کور لرو سی اکور هم درلو دغا طالبان را چه بگرزاو بخاطر کمک هم آدم چیشه دار هستم مویل دار هستم نیستی دارم بیشاره هستم برادر شید کمک دمو که مرزیم دو هفته بعد بیا یا یک هفته بعد بیا که من یه میج گپ هم نیسته او نفرهای که برادر شید ضرورت کمک نداره اونو در پیش خود گرفتم برای برو بمانه خودم
وینه میته ولوک پریشان منده ایم رو داره کن برادی ما وره کسب خدای سی اوس لري او قدرت لري او موټر لري او غوتی ورکوي دغه رئیسان وره ورسره جوړ دي دغه چې د بر لري زنګ ورته وږي کومه کور کوي موږ وروره درې کال کې چې جندلو له ولسوالۍ راغلي کور ته راغلي سروي کړه د شاید خدای ملاکه جنې ما یک تن از مهاجرای جوغری مالستانیم که مهاجر شده من دم ده ثقافت رفتم رایی که ما رو در مسجد ها از مسجد ها رفتم یک هفته ایر ما سند درم امی مسجد واله برای ما نوشته که رایی که در قومندانی که ما مزی مردم تنگم ده ما هشته فامیل هستیم از قومندانی برای ما مکتوب داد دم اینجی اینج که آمادم هر روز خدا همه ما سکتوش کرد ما سلطن میزنن ما رای نم اینجی برای ما پیش رئیس که ماری مگبور یک هفته بعد بین دو هفته بین نمی آی حتا در نواباد ما خانه ما که مهاجر هستیم خانه ما رو نمی بینه وای که ای حد همراهش هست ما را خانه از ما رو می بینه از ما رو نمی بینه. عبدالخالق احمدی رئیس مهاجرین غزنی در پاسخ چنین میگوید؟ یعنی تا حدی که ریاست مهاجرین در توانش بوده و کسایی که آمده عرایز خود به ریاست مهاجرین تقدیم کرده به نام بی جا شده ما تحت سروی قرار دادیم و کسایی که مستحق تشخیص شده به اونا رسیدگی صورت گرفته. این که مردم هر روز میای پشت در ریاست مهاجرین تجمع میکنه این دلایلی دیگه غیر از بی جا شدگی هم داره. واقعا همین فقر و بیکاری ضعف اقتصاد به خاطر نظمی مسائل است که مردم چی میکنه اینجا مراجعه میکنه. یکی میگه مثلا آقای احمدی میگوید که برخی مردم از این وضعیت سوی استفاده میکنند و یک تعداد مردمای دیگه است که از این وضعیت سوی استفاده میکنه. مردمایی است که مثلا بیشتر از 3 سال 4 سال 5 سال حتی 10 سال است که در مثلا شهر غزنی اونا زندگی میکنه، همین که یک قضیه بی جا شدگی پیش میاد یا از این وضعیت سوی استفاده میکنه میاد فشار میاره روی ریاست مهاجرین که تا بتونه نام خود شامل کمک کنه. تجدید نامنی ها در ولسوالی ها و روستاهای کشور، خشکسالی و فقر از عوامل جدی بیجا شدن مردم از زادگاه و مناطق اصلیشان شده است. وزارت دفاع تلفات افراد ملکی در یک حمله هوایی در کنر را تایید می کند. وزارت دفاع ملی تایید می کند که در نتیجه حمله هوایی بر مواضع گروه طالبان و القاعده در ولسوالی شلتن ولایت کنر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. این وزارت هرچند جزئیات در مورد تلفات افراد ملکی در ولایت کنر به دست نمی دهد، اما می گوید که هیئت متشکل از نهادهای مختلف برای بررسی چگونگی این رویداد و تلفات افراد ملکی روز شنبه به کنر اعزام شده است. صدیق حقجو در این مورد گزارش می دهد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که در حمله هوایی بر مواضع القاعده و طالبان به شماری از افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق این تلفات تا کنون در دست نیست. وی میگوید که در حمله هوایی در کنر نزدیک به 40 عضو گروه طالبان و شبکه حقانی کشته شدند. مسئولان امنیتی در کنر روز جمعه از کشته شدن بیش از 40 تن مربوط به شبکه القاعده و گروه طالبان خبر داده بودند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو شورای ولایتی کنر گزارش داد که در این رویداد 12 کودک و 8 زن نیز کشته شدند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما نیز اعلام کرده است که گزارش ها در مورد تلفات ملکی و غیر نظامیان در حمله هوایی در ولسوالی شلتن کنر را بررسی می کنند. گلبدین حکمتیار انتخابات پارلمانی افغانستان را شرم‌آور می‌خواند. گلبدین حکمتیار در نشست خبری گفت که انتخابات پارلمانی این کشور یک انتخابات شرم‌آور و با تقلب بوده و آرای بایومتریک نشده باید باطل شوند. او تاکید می‌کند که بیشتر ولایت‌های افغانستان نامزدان برنده ناکام شدند و نامزدان ناکام برنده اعلام شدند. گلبدین حکمتیار مدارکی از ولایت کنر نشان داده و گفت
انتخابات در این ولایت با تقلب برگزار شد و نتایج آن هم با تقلب تهیه شده است. انتخابات پارلمانی افغانستان به تاریخ 20 و 21 اکتبر امسال در این کشور برگزار شد و پس از نزدیک به 2 ماه از اعلام نتایج نهایی آن خبری نیست. از سوی دیگر قرار است تا 1 هفته دیگر روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نیز آغاز شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین، شهید محمد عبدالی سفیر پیشین در هند و عبداللطیف پدرام عضو پارلمان این کشور رسما نامزدشان را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور به تاریخ 20 اکتبر سال 2019 برگزار شود. ایتالیا از تداوم همکاری های این کشور همزمان با معرفی فرمانده جدید نیروهای حمایت قاطع ناتو در زون غرب افغانستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی ولایت هرات در یک اعلامیه گفته است که همزمان با معرفی فرمانده جدید حمایت قاطع ناتو در زون غرب کشور، وزیر دفاع کشور ایتالیا در سفری به این ولایت بر تداوم همکاری ها با دولت و مردم افغانستان تاکید ورزیده است. مراسم تحویل دهی وظایف فرماندهی تعلیمی مشورتی و کمکی در زون غرب از بریج جنرال فرانچسکو برونو به بریج جنرال سالواتور انیلیاتو در کمپ ارینا با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش کشور ایتالیا و همچنان محیودین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت و شماری از مسئولان دولتی هرات برگزار شده است. این در حال است که وزیر دفاع ایتالیا بعد از این مراسم راهی کابل شد و با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار و گفتگو نمود. وی در این دیدارها از علاقه‌مندی ایتالیا به خاطر سهم شدن بیشتر در امور انکشافی اقتصادی افغانستان به ویژه ولایت هرات اطمینان داد. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.